همه شهرها رو قرنطینه کرده بودن و این قرنطینه که نباید منو از زیارت امام حسین علیه السلام تا چشمم به خیمه های قرنطینه افتاد ترسیدم. بیماری طاعون همه جا شیوع پیدا کرده بود و خیلی ها بر اثر این بیماری می‌مردن. همه شهرها رو قرنطینه کرده بودن و کسی رفت و آمد نمی‌کرد. من همون زمان نجف زندگی می‌کردم. روزها رو می‌گذروندم اما شوق زیارت امام حسین علیه السلام رو داشتم و دوری از کربلا منو خیلی اذیت می‌کرد و قلبمو آزار می‌داد. تو یکی از اون شبا با خودم فکر کردم که این بیماری و این قرنطینه که نباید منو از زیارت امام حسین علیه السلام دور کنه. من هر جور شده باید خودمو برسونم به کربلا. از خونه بیرون زدم و پیاده به سمت کربلا به راه افتادم. شب اولو توی خونه‌ای که نزدیک کاروانسرای بود به صبح رسوندم و هوا که روشن شد به راهم ادامه دادم. توی مسیر بودم که یک مرد نورانی رو دیدم که عمامه کوچیکی هم به سرش بسته بود. ازم سوال کرد میخوای بری کربلا؟ گفتم بله. صدا زد چون تنهایی منم رفیق راهت میشم. من هم کلی خوشحال شدم و راه افتادیم و توی راه شروع کرد به صحبت کردن. صحبت هایی که خیلی شیرین بود. پرسیدم شما از کجا اومدید؟ یه اشارهی به بیابون کرد و گفت از این بیابون. هنوز راه زیادی رو نرفته بودیم که متوجه شدم رسیدیم کربلا و گنبد حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام روبرومونه. اما خیمه های قرنطینه توی مسیر ورودی حرم هم بودن. من که غافل از این بودم که چی شد ما به این سرعت رسیدیم کربلا، تا چشمم به خیمه های قرنطینه افتاد ترسیدم. اما اون مرد به هم رو کرد و گفت نترس، من باهات هستم، با تو کاری ندارم. با این حرف دلم کمی آروم گرفت، اما یه مقدار طلا هم همراه هم بود که میترسیدم مأمورها ازم بگیرن. با خودم گفتم خوبه این طلاها رو قایم کنم. اما دوباره دیدم اون مرد یه لبخندی زد و دو مرتبه تکرار کرد نیازی به این کار نیست، من همراهت هستم. اما من اصلا غافل بودم. به راهمون ادامه دادیم. از در خیمه های قرنطینه عبور کردیم. سربازا انگار که کور و کر بودن و ما رو نمی‌دیدن. اصلا به ما حرفی نزدن. مثل نسیمی که کسی متوجهش نمیشه از میونشون رد شد و وارد حرم مطهر حضرت عباس شدیم و زیارت کردیم. توی کربلا اون مرد نورانی ازم جدا شد، اما من هرچی گشتم دیگه اون آقا رو شاه مردانی ابوالفضل در عالم میر و سلطانی ابوالفضل میان آسمان قلب زینب تو شمس و ماه تابانی ابوالفضل تو شمس و ماه تابانی ابوالفضل